قسمت سوم سریال دوان سولی و میبینید که پخش شد و جایی که ریکو میشانن بالاخره کنار همدیگه قرار گرفتن و این کنار هم بودنشون تیکه پازل گم شده ای که همیشه توی دنیا واکیندد داشت دیده میشدش و امیدوارم که بقیه از گروه هم بیان و دو مرتبه کنار هم دیگه جمع اون رهبری ریکو بتونیم یه بار دیگه هم اینجا ببینیمش با دیدن این قسمت دارید متوجه چند تا نکته میشه و چند تا هم توی ذهنتون به وجود میاد اول این سوالی که توی ذهنتون اینه که ریک دقیقا هدفش چیه میخواد چه کاری بیاد انجام بده برای چی انقدر بد پیله کرده روی این سی که داریم میبینیمش از طرف دیگه ای هم داریم یه مثلث عشقی شبیه اتفاقاتی که توی فصل اول سریال اصلی هم داشتیم اینجا میبینیم که حتما بهتون میدمش to keep من شاهینم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم شروع سریال اتفاقی که میفته اینطوریه که ما رو میبره به چند سال گذشته جایی که معلومه تازه ریک عضو گروه CRM شده همون جایی که داره برای اولین بار بعد از اون اتفاقات جیدیس رو میبینه اگه دقت بکنید دارید متوجه میشید همه چیز بعد از اتفاقات فصل نهم از کجا میتونیم بفهمیم این قضیه را از اونجایی که جای دیست که میبینید موهای بلندی داره و اون مدل مو تخمیه رو به قول ریک هنوز نزادتش از طرف دیگه چکمه های ریکی که الان نشونه شده بود تا برای پیدا کردنش میبینید که هنوز هم پای خودش پس نشون میده اتفاقاتی که داریم میبینیم همون ادامه اتفاقاتیه که بعد از فصل نهم پیش اومده بود کلا شخصیت جدیدی که دارید میبینید کاراکتری که دنبال معامله کردن یعنی هر جا که منفعت بیشتری داشته باشه اونجا میچرخه یادتون باشه تو هم اتفاقاتی که سریال اصلی داشت یه جایی با ریک به تفاهم رسیده بودن ولی بعد از اون اومد نگاه کرد دید نگان بهشون پیشنهاد خیلی بهتری رو داده اومد رفت سمت نگان و اینطوری بودش که به ریک پشت کرد و اونا رو فروختشون و بعد از اون اتفاقات هم بودش که حالا ریک هم باهاش درگیر شده شاید دقت بکنی تو اون قسمت که سلام میکنه تمام خاطرات ریک دو مرتبه برمیگرده یاد اون اتفاقات میفته به خاطر همین هم هستش که دنبال انتقام گرفتن ازش شو بهش گفتش که تو هر حال منو میکشی و خب این اتفاقی که شاید جلوتر پیش بیاد ولی بعد به یه نکته هم نگاه بکنیم اگه جدی نبودش داخل ریک می چون بعد از اون اتفاقاتی که روی پلاش ایاتون باشه قبلش افتاده بود از روی اسب و جور بدنش رفته بود و اگه اونجا تنها میموندش مطمئنا میمرد و اینطوریه که جدیس جون اونم نجات داده برای همین هم هستش که بین یه دورایی گیر کرده و ترجیح میده باشه معامله درست حسابی بکنه هرچند که اون اصلا قابل اعتماد نیه یکی از سوالاتی که مطمئنا از اول سریال توی ذهن همه وجود داشت اینه که اصلا سی آر که داریم میبینیم هدفش چیه برای چی داره این همه مردم جمع میکنه میخواد به چی برسه تو حرف یه جدی استوری میزانه کاملا دارید متوجه میشید که اونه یه برنامه بلند مدت 500 ساله رو در نظر گرفتن تا بیان تو این باز زمانی و وقتی که دارن همه چیز رو برگردونن به دورانی که قبل از وجود این ویروس بوده یعنی برگردن به دوران عادی و خب این پروژه یه که اونا دارن روش وقت میذارن هرچند که این پروژه که دارن وقت میذارن مطمئنم آزادی که قبلا وجود داشته دیگه قرار نیست اینجا به وجود بیاد وقتی که دو مرتبه دارید جیدیس متوجه میشید توی حرفه که ریک داره بهش میزنه شاید از نظرتون یک یه کاراکتری شده باشه که یه سری تغییراتی رو پیدا کرده خب این درسته 6 سال زمان گذشته مطمئنا یه یه سری طرز فکراش عوض شده ولی هر چیز که هستش هنوزم دنبال اینه تا نظر اتفاق بدی برای دوستاش و شهری که توی زندگی میکردن و گروهش پیش بیادش این یه واقعیتی که کاملا هم مشخص اینجا میبینید که به جیدیس میگه بیا با همدیگه دیگه معامله که دو مرتبه اشاره میکنه به همون اتفاقاتی که توی فصل هفتم داشتیم قسمت قبلی دیدید که میشون از کلمه شوتو زیاد استفاده میکرد بهتون گفتم که اون به معنی شمشیر کوچیکه این قسمت دارید میبینید در کلمه دایتا هم داره استفاده میکنه که اونم به معنی شمشیر بزرگه و داره به خودش اشاره میکنه جایی که دارید میبینید میشون داره زامبیا رو میکشه اگه دقت بکنید روی دیوار نوشته 68 کنارش هم فامیلی ریکو نمیشه یعنی رکوردیه که ریک زده بود توی باز زمانی که اونجا داشته این زامبیا رو میکشه 68 تا همزمان کشته بوده این چند تا نشونه میتونه داشته باشه یکیش میتونه برگرده به اتفاقاتی که توی کمیک شماره 68 داشت جایی که اومدم به ما کاراکتر ارن اون گروه ها نشون دادن که میان و به اون اضافه میشن ممکنه که جلوتر ریک توی روند ماجرایی که داره با یکی از این گروه هایی که توی اسمین آف دیدیم هم برخورد بکنه شاید این همون نشونه باشه در کنار 68 که دارید میبینید برمیگرده به قسمت 68 اون سریال اصلی جایی بودش که ریک برای اولین بار میاد اون قدرت رهبری خودش رو تو این شهر جدیدی که وارد شده بودن نشون دونه اتفاقی که برمیگشت به جمع کردن زامبیا اتفاقات بعدی که خودتون خیلی بهتر میدونید این هم دو اینتونه به این موضوع اشاره بکنه که احتمال خیلی زیاد قدرت و یه رهبری بزرگی دوباره به ریک شاید قراره که برسه بعد از اون که میرسیم به اون مراسم تشییع جنازه که میبینید جنرالی که اونجا میادش شمشیری و میادش بهمون نشون میده میگه این شمشیر برای هیومرسر بوده حالا این شخصیت کیه یه پزشک اسکاتلندی آمریکایی بوده که بعدا تبدیل میشه به یه ژنرال و توی مسیر آزادی و انقلاب میادش رو فعالیت میکنه اگه نگاه کنید این مسیر آزادی که داریم از صحبت میکنیم با حرفایی که ژنرال داره میزنه کاری که داره میکنه کاملا متضاد هم دیگه و اینطوریه که داریم میبینیم این ژنرالی که میبینیم درسته که توی مسیر به اسم خودش آزادی داره حرکت میکنه ولی قرار نیست که اجازه بده کسی هم همچین اینجا آزاد باشه همونطور که دارید میبینید تمام مردمی که اینجا دارن زندگی میکنن زندانی اونن در است دیدن این شمشیر در کنار این که میدونیم میشونم یه کارکتری که از شمشیر استفاده میکنه ممکنه که شاید یه سکانس دوئلی یا جلوتر بهمون نشون بده بعد از اون دارید متوجه میشید که در مورد صحبت میشه که این شمشیر رو توی فیلتر اسکور اومدن و پیدا کردنش اگه اسمشو گوگل کنید متوجه میشید اسم یه پارک توی فلادلفیاست. این داره نشون میده توی اون اتفاقات و روند اولیه که گروه سیار ام داشتن نبرده اولشون باعث شده تا این شهر رو تحت کنترل خودشون قرار بدن و اینطوریه که این شمشیر رو به عنوان غنیمت از اونجا نگه داشته اینجا می‌بینید که جنرال میادش و به ریک یه لقبی هم میده بهش میگه تو مثل فارماکان میونه حالا توی یونان برمیگرده به این که هم میتونه سم باشه هم میتونه بادزر باشه این کاملا داره به این موضوع اشاره میکنه که ژنرال آدمیه که تجربه خیلی زیادی داره ریکو کاملا میشناسه اون نگاهی که داره بهش میکنه میتونه تشخیص بده که اون یه ای و یه ای هم هستش که دنبال آلفا بودن میگرده و هیچ وقت هم قرار نیستش که تبدیل به یه بی بشه به خاطر همینم هم هیچ اعتمادی بهش نداره این سم و پادزر بودنی که اینجا میونه در مورد صحبت میشه میادش و برمیگرده به یکی از تئوریهای قدیمی که در مورد ریک وجود داشت همیشه در مورد ریک این موضوع رو مطرح میکردن که ممکنه که ریکی که داریم میبینیم درسته که حالا یه رهبر خیلی بزرگیه که میتونه جلوتر بیاد با رهبری که داره مردم رو نجات بده ولی یه دلیل دیگه ای هم هستش که این کاراکتر خیلی مهمش کرده و اونم اینه که احتمال خیلی زیاد توی بدن ریک پادزری هستش که اجازه نمیده اون هیچ وقت تبدیل به زامبی بشه البته ما این موضوع رو تا الان تو سریال ندیدیم بهش اشاره نشده و ندیدیم که اتفاقی هم بخواد برای ریک پیش بیادش ولی ممکنه که دو مرتبه که داره بحث این موضوع وسط کشیده میشه بیان و این موضوع هم بهمون نشون بدن اینجا میبینید که جنرال میادش یه کتابی هم به ریک میده این کتابی که میاد بهش میده در مورد اون اتفاقاتیه که به خانواده یاگومینوری میادش اشاره میکنه بیشتر این کتاب و هدفش اینه که بیاد راه و رسم زندگی رو بهمون نشون بده نکته دیگه که در مورد این کتاب وجود داره اینه که چون داره راه و رسم زندگی به سبک سامورایی ها نشون میده بهمون برمیگرده به اون اتفاقی که ما اینجا میشون رو داریم از شمشیر سامورایی داره استفاده میکنه اشاره به این کاراکتر رو داره اینجا به اون نشون میده تو این کتاب حتی یه جایی هستش که دو نفر روبروی همدیگه قرار میگیرن و قرار یه دوئل یا انجام بدن این دوباره میاد به این موضوع اشاره میکنه که قرار یه دوئل شمشیری و تو این سریال ما ببینیمش یه نکته مهم و فلسفی هم تو این کتاب وجود داره و میاد به این موضوع اشاره میکنه که کشتن کار شیطانیه ولی بعدا میاد جلوتر برمیگرده به یه مسیر و یه فلسفه زندگی بزرگ این که اگه قرار یه شمشیری کشیده بشه و یه نفر رو بکشه بهتره که کسی رو بیاد بکشه که خودش جونای زیادی رو گرفته اینطوری برمیگرده به اون جمله معروفی که میگه شمشیری که نمیکشه در از شمشیریه که داره زندگی میبخشه این تا حدودی میاد به کاراکتر کنشینم اشاره میکنه شمشیر لبه معکوسی که داره شمشیری که کسی رو نمیکشه و زندگی میبخشه و داریم میبینیم که این یه فلسفه خیلی بزرگیه که حالا بارها ازش توی داستانه مختلف هم استفاده کردن ممکنه که اینجا هم دو مرتبه توی فیلم ازش استفاده بشه و اون یه نفری که زندگی همه رو میگیره با کشتنش میشه جلو مرگای بیشتر رو گرفتش خب همین ژنرالیه که داریم میبینیم و قدرتایی که رأس کار این گروه هستن اتفاقاتی که اینجا داره میفته کاملا داره این موضوع رو به نشون میده که ریک داره تلاش میکنه تا میشون رو درش بکنه نه بخاطر خاطر اینکه اون بره و این بخواد به کار خودش برسه و همینجا بمونه دنبال اینه که بتونه سریعتر دخل این گروه رو بیاره وقتی که میشون بره میتونه آزادتر کارهای خودش رو انجام بده و حداقل خیالش راحت بشه که گروهی که داره میتونن برای یه تایمی مخفی بشن تا ریک کاراشو بیادش انجام بده اینجا شما دارید میبینید جایی که تو اون تونلا که شبیه به خط مترو هم هستش ریک میاد و یه نوشته روی زمین میبینه که یه مزرعت خواهی رو کرده این مزرعت خایی که اینجا دارید میبینید برمیگرده به اتفاقاتی که توی قسمت اول هم داشتیم جایی که خود ریک توی نامه هاش مزرعت خایی که به خاطر اینکه دیگه کم آورده و تسلیم شده و بعد از اونم دیدیم که میخواست حتی خودش هم بکشه این میاد به این موضوع اشاره میکنه ریکی که دیدیم برای تایم خسته شده و دو مرتبه برگشته این یادآوری اون اتفاقاتیه که برای خود ریک هم افتاده بود داریم میبینیم که اینجا یه آدمی که ضعیف بوده و مزرعت خواهی کرده بوده روی زمین میینه که بهش میاد و اشاره میکنه کلا ریکی که میشناسید آدمیه که شاید خسته بشه ولی خب دست از اون تلاش کردن و اینکه که بخواد به هدفش برسه بر نمیداره همون اتفاقاتی که ما به نیگان جلو میرفتیم یادتون باشه اونجا هم بهش گفتش که من دخل تو رو میارم و یه روزی بالاخره میکشم اینا کاملا داره نشون میده که اصلا آدمیه که به این راحتی کم نمیاره یه نکته هم اینجا بهتون بگم اگه این اتفاقات نیفتاده بود یعنی این ویروس پخش نمیشده هیچ وقت نمیتونست میشون و ریک کنار همدیگه برسن یعنی توی ایالت جورجیایی که میاد از این صحبت میشه به خاطر قوانینی که داشتن هیچ وقت این دو نفر توی دنیا سالم نمیتونستن به همدیگه برسن و اینجا داریم میبینیم این به هم ریختگی دنیای باعث شده که به خاطر اینکه دیگه هیچ قانونی وجود نداشته باشه این دو نفر رو کنار هم دیگه قرار بده ولی الان داریم میبینیم با این شرایطی که پیش داره میادش به نظر میرسه این قانونی قرار که دو مرتبه این دو نفر رو از هم دیگه شاید جدا کنه چون یه بازه زمانی 6 ساله گذشته تو این 6 سال هم که داریم میبینیم هم که میبینیم مطمئنا خیلی متفاوت شدن از اون کاراکترهای قدیمی که ما میشناختیم طرز فکرشون عوض شده قراره که توی یه سری از مسائل زیاد با هم دیگه همسو و هم جهت نباشن شاید همین باعث بشه که رابطهشون زیاد مثل قدیم نباشه جلوتر میبینید که میشون با اون نقاشی که اکثر رو روی گوشی ها میکشید رو به رو می که حرکت خیلی خوبی بود که تیم سازنده اومد رو بهمون نشون داد چون ریکی که ما میشناختیم و دیده بودیم اصلا نقاش نبود که بخواد بیاد این ها رو بگه شما اون قسمت سوالی که توی زنمه بود که کی نقاشی ها رو کشیده رام بهمون نشون دادن وقتی که میشون میاد میره تا وارد اون امتحان و تستی بشه که اونا رو وارد گروه ریکینا میکنه اگه دقت کنید حرف از این میشه از توی جنگل بیرون اومده و خب این یه واقعیت رو به خاطر اینکه اولین بارم از توی جنگل بودش که بیرون اومده و بعد از اونم دارید متوجه این موضوع میشید که اون ارتباط و شیمی که بین این ستا کاراکتر قرار گرفته یعنی میشون و تورن و ریکی که داریم اینجا میبینیمشون یه مثلث عشقی تقریبا احساسی رو میادش رو بهمون نشون میده جایی که دارید میبینید تور میادش به سمت میشون اصلا رو نشونه میگیره این کاملا برمیگرده به همون اتفاقاتی که مباشین داشتیم شین هم یاتو باشه یه میخواست ریکو بکشه و اینطوری خب به لوری برسه و اتفاقاتی بودش که اینجا داشتیم میدیدیم و اینجا هم داره دو مرتبه تکرار میشه البته خب این بار احساسی و بیشتری داره به خاطر اینکه ریک سی بودش که تورن رو نجات داده از طرف دیگه ای داریم میبینیم میشون اومده ریک نجات داده و این یه مقداری توی ذهن کاراکتری که داریم میبینیم نمیره به خاطر اینکه نمیخواد رفاقتش با ریک از دست بده یه وقتی بیادش با میشون توانی بکنه چون میدونه میشون یه ای که حسابی هم میتونه براش خطرناک باشه در کنارش به یه موضوع دیگه هم نگاه میکنه به اینکه وجود میشون و اینکه بیادش خودش رو بیشتر نشون بده شاید بتونه جایگاه اون ازش بگیره و اونو کنار بزنتش و اون دنبال این نیستش که جایگاه خودش رو از دست بده بارها دیدیم توی اتفاقاتی که این سریال داشتیم میادش و به این موضوع اشاره میکنه که اون خیلی دنبال پست و مقام و جایگاه بهتره حرفایی که اینجا ریک میاد با جیدیس میزنه کاملا داره اشاره میکنه به اون حرفایی که نگان میزد و نگاهی که اون داشت اون به بقیه گروه ها به عنوان یه نیروی پشتیبانی نگاه میکرد تا بتونه ازشون استفاده بکنه همین نگاه ها الان ریک نسبت به همین گروه CRM داره تا بیاد از اونا استفاده بکنه یه نکته هم اینجا بهتون بگم قبلا یادتون باشه اون درگیریه که با فرماندار داشتیم فرماندار کسی بودش که دنبال این بود تا بتونه میشانو بگیره و به ریکینا گفته بود اگه اونو تحویل بدید من اجازه میدم بقیه زنده میمونم ولی خب ریک این کارو نیومده شو انجام بده اینجا که دارید میبینید اونو میفرستاتش از اینجا بره بیرون دو مرتبه داره اشاره به این موضوع میکنه که نمیخواد اون گیره یه فرمانده دیگه باشه مثل این ژنرالی که داریم اینجا میبینیمش که حرکت خیلی جالبیه که به این سریال اضافه شده بعدش هم توی سکانس آخر و اتفاقاتی که توی هلیکوپتر داریم دارید میبینید که هر دو از توی هلیکوپتر میفتن پایین حالا کجا میفتن چجوری زنده میمونن یه سوال بزرگی که امیدوارم توی قسمت بعدی بهش جواب بدن ولی یه نمادگرایی خیلی مهم داره و اونم اینه که ریکو با هلیکوپتر از توی داستان اصلی بیرون بردنشون از خانوادهش دورش کردن و الان میشونه که داریم میبینیم اونو میگیره از هلیکوپتر پرت میکنه پایین داره نشون میده قراری که برگرده پیش خانوادهش از دست این گروه نجاتش بده مطمئنا گروهی که داریم میبینیم به این راحتی دست سر این دو نفر بر نمیدارن میرن سراغشون دقتم بکنید در مورد یه ردیابی که روشونم هستم صحبت شده بود که اگه دکمش بزنی هلیکوپتر میاد سمتت مطمئنا میتونه موقعیت اونا رو پیدا بکنه و خیلی راحت میرن سروقتشون رو بزرگی شروع میشه حالا اینکه قرار مستقیما با این گروه درگیر بشن و دو مرتبه برگردن اونجا یا فرار کنن مشخص نیست ولی چیزی که میدونیم اینه که کلا سریال 6 تا قسمت داره و تا الان سه تا قسمتش گذشته و نصف مسیر داستان جلو رفتیم مطمئنا تو سه تا قسمت بعدی قراره که وارد درگیری های بزرگتری بشیم شاید گروه های دیگه کاراکترهای دیگه که میشناسیم بیان و اینجا بهشون کمک بکنن معلوم نیست قراری که چه اتفاقی بیفته ولی هر چیزی که هستش این اسمیناف که داریم باهاش او روبرو میشیم تا الان بهتر از تمامه. اسم نافایی بوده که این دنیا بیرون اومده امیدوارم اون ستا قسمت بتونه جنبندی خوی روی این اتفاقاتی که داریم میبینیم داشته باشه در مجموع امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشی نظر توری هم داری حتما داخل کامنت ها برام بنویس و لایک و سو زنگوله هم یاد نره فعالش بکنی اینطوری میتونی به محتوای جدید دسترسی پیدا بکنی بیای توی کانال و ویدیو جدید تماشا بکنی این ویدیو رو هم برات میذارم اینجا که بررسی فیلم گودزیلا سال 2014 رو برات گوشتم که میتونی بریم ویدیو رو هم تماشا کنی و در مورد جون دیگه حرفی هم نیمونه تا ویدیو بعدی بدرود